بزاق و قدد ترشح کننده آن ما حواسمون باشد که بزاقی که در دهان ترشح میشه یک قده بناگوشی اینه میگیم چی زیر آروارعی زیر زبانی حواسمون باشه میگن قدد زیر زبانی قدد زیر آروارعی و قدد بناگوشی این حواسمون باشه وقتی که این را به کار میبره یعنی جمع به کار میبره ما یعنی سه جفت چی داریم؟ ما سه جفت قده بزاقی داریم قده بزاقی داریم سه جفت داریم چیا هستن اینجا میبینی بناگوشی؟ دو تا هست یعنی یکی این ور صورت یکی اون طرفش درسته؟ دو تا این هوا سه جفت میگیم یعنی شش تا میشن قدرت زیرزبانی وقتی که میگیم یعنی این ور زبان و اون ور زبان و وقتی که میگیم قدد چی زیر ای یعنی این ور آرواره و اون ور آرواره بس سه جفت قده بزاقی داریم ترشوه بزاق میکنم و قده های بزاقی کوچکتر هم تو دهان هست قده های بزاقی کوچکتر یعنی فقط این سه جفت نیست بس میگیم درستش اینه که اگر در گزینه کنکور برخورد کردیم سه جفت قطه بزاقی و قطه های بزاقی کوچکتر خوب بفهمیم ترشح میکنن حالا بزاق چی هست بزاق یادمون باشد محتویات بزاق را بدونیم چیا هستند محتویات بزاق یکیش آب یون هست حواسمون باشه یونها ها مثل چی مثل بیکربنات حواسمون باشه بعد در داخلش چی هست؟ آنزیم هست خب و بعدش چی هست؟ موسین هست خب موسین خیلی مهم هست حواست باشه چی تولید میکند؟ با جذب آب ماده مخاطی تولید میکند ماده مخاطی خیلی کمک میکنه این کمک ها شیا هستند؟ خب باعث میشه غذا خشک دیگه میره تو دهان مانع آسیب فیزیکی میشه پاره نشه دهان مانع آسیب فیزیکی حتی توده گوارش دیگه فرقی نمیکنه مانع آسیب شیمیایی میشه حواسمون باشه توده قابل بلع تولید میکند از غذا توده قابل بلع از غذا تولید میکند حواسمون باشد که به صورت فیلم های کوتاه کوتاه اینجوری خوب یاد بگیری بسیار بسیار عالی متوجه خواهی شد